سلام رفیقای عزیزم، چطورید؟ امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه و دلتنگ من نبوده باشین. گفته بودم که سرم یه ذره داره شلوغ میشه و یه ذره اولویت عوض شده، تا ریاکشن کم بریم که زیادی کم شد. البته زیادی کم شد چون لپتاپم شارژرش خراب شده بود. بعد رفتم دیدم شارژرش مسئله نداره، کابلش مسئله، کابل خریدون تمام. آخه چون روز قبلش وقت نکردم برام بگیرم. خلاصه داریم آقا، امروز 3-4 تا احتمالاً ریاکشن داریم. 3 تا رو که داریم، 4 تا نه، 4 تا نداریم، 3 تا ریاکشن داریم. فردا ماره فردا پس فردا بازم داریم احتمالاً، و این هفته فکر کنم 7-8-10 تا لاغر ریاکشن داشته باشیم. بریم اولیش مجهول و کیارف به اسم پوپولیسم، که خیلی‌ها گفتن روش ریاکشن برو، که خودم ریاکشن می‌رفتم، نیاز به گفتن نبود، ولی دمتون گرم که گفتین. بریم ببینیم چه کردن. گفتن که خیلی خفنه، نمیدونم، یک تو لیتس گو. خب اون داستانه یه مجهول هم هست دیگه کار. چرا قش؟ خب یه سوال جنس تو میدم و توی توال ترامی که اوری یکی میشه. خب ببین الان چیه لوکیشن؟ یه راه روه. بعضی هم یه لکلکن نداریم پل. آبا کلیپ گاه نه نه چه ها. حالا ادامهش ببینیم ادامهش چیه. ادامهش اعتمالا ساده از چیز خیلی خفنی نداره، همش ایده از کلیپ نمیسازی الکی بهونه تجهیزات پول نیار واسه من. من این قبول نمی کنم، هیچ وقتم قبول نکنم. از اون چند سال پیش که گفتم آقا چرا کلیپ نمیسازی، همین گفتن پول نه. زره مفت، همش زره مفت به جان خدا. تبری تیله بازی مهارت تینه تو تو نمیخواستی میخواد تو به کوبی خوری تیغه با تو نیتا دواره میکوبی تنور چی بود دیان و همون اینی لشه پیزونی خمو تو کف پیروزی نره میکنم بیروهیتون، ولی خب تازه بیت چاره چیه میزونی همو نروری کچون خوشا بکنم پرو دهن من یه گوشه وایسا نفتی نشی نبینی خود تو درد من تو با اون سیست داغوناتی نخون جون عزیز. حالا مثلا ادیتی که من اینجا میبینم میخواد گوشم، این تدوینی که میبینم مثلا نور اومده و نور عوض شده و چه میدونم یه ذره تصویر اینجوری شد، تدوین خاصی نیست، این دو تا افکت تو پریمیر مثلا چیز عجیبی نیست. حالا ببینیم بقیه چیه. دخالت تو کار بزرگتر تو جفال تو محل من میتونی بکنی سر تر آنجا اومدی و فوری برگردی دوی جلوی که بشی من دشت آوری تو رنگ عملی خطن اینا جلو کیا پس منی ها ملو بیا دست منی زاد نمیشه گفت باچ کردنی بی سدنی و سنی گان چه خلاقیت ات بالا و بابا حالا یه کاری میکنم به مگی بارا کبا ما چقل تو ماما بعدی بی که مازا فاسا و لالا دارا و سارا و منا. این هم که کاورش بود. حالا یا واقعا آویزون شدن یا صحنه کجه که اتونا آویزون شده، دو دو آویزون میشه آدم کنه. تو این بده بار بالا نداره فایده دو روی من با یه دولا چای میکنم فیس رایم تو خونی دفعه دیگه بشنم صدای پارس تو رو بیسته یادم بود سوگی رو شم میکنم لامپت کونی یادم بگم موسیقی به گوگوش گفته، میگفت لامپ رو روشن کنم، گفته چی؟ لامپ رو روشن کنم دیگه. یادم اینو واسه چنیده بودم. یه تیکه هم دیگه کل فیلم ندیدم فیلم چی هست، فقط یه تیکه اش شنیدم. والود جالب بود. دیسمیس اگه دیسمیس به کسیه بگیم به کیه نمیدونم، خبر ندارم. نبود دلت واسه همین پر کم بوده فقط این دفعه اومدم امونت ندم مثل تو ریخته اینجا پر دورم سچ دوله پلشت پره مثل اتونه که دیگه نشتمم صدا تو یه او دیدی بالا سرتم و چک زدم به تو چه خوبه این دسته که میاد وسط. جالبه دسته، حالا کارگردان یا حرکتی کارگردان یه دستی، حالا مهمیست این حرکت جالبه، یه دست میاد تو تصویر میشه خلاقیت، این چیز عجیب غریبی نیست واقعا خلاقیت داشته. بچه خونگی تو یکی خفه خون بگی مجهول یه ترکیبی از توپاک و سعید اجدر اگه دقت کرده باشین دقیقا همینه، دقیقا توپاک و سعید اجدر رو قاطی کنی میشه مجهول. بس بشین و فقط نگاه کن سو لازم نیستم بیا دنبالت میگردم میام و زیر دوتا پاد واسه چاله میکنم جالبه که پشتم بد میگه ولی دست و پا میزنه واسه دیدم دیگه ما هیچ کدومتونم ندارم تو رو خدا. همیشه همینه، پشت سر چرت و پرت میگن میان نزدیک چاکر مخلص هم میکنم. یه خاطره جالب بگم، من این چند روزه هفته پیش علی صبوری که میشناسین یه کلاس گذاشت و کلاس آموزش بلاگری و واینری و اینا که حالا من برای بلاگریش رفتم، یک کلاس 3 جلسه که بعد شد 4 جلسه. یه خاطره باحال گفت، دقیقا همین رو خواسته، میگفت جلوی صورتت خوبم پشتت بدن. میگفت رفتیم یه جایی نمیدونم رستوران کجا یه چیز خریدیم و خوردیم، بعد صاحبش منو شناخت گفت وای آقای صبوری من عاشقتم میمیرم برای با تو من دیوانتم و اینا. گفتم اف چقدر دمت گرم و شاکریم و اینا. بعد یارو گفته من خیلی دوست دارم، چرا دایرکت جواب نمیدی آخه علی جان؟ گفته دایرکت جواب نمیدی، آیدی تو بده ببینم چی آیدی. بعد گفته نه حالا ولش کن، حالا نمیخواد نمیخواد. گفته آقا بده من ببینم. گفته نه داداش ولش کن، حالا فرصتی نیست بعدن دیگه.
بعد خانومش نشسته بوده، خانم آقایه، میگه آیدیش اینه. بعد علی سواری میزنه تو این ساش، میبینه آقا، بعد به یارو میگه داداش تو که همش فوش دادی، که فوش و خوار و مادر و فلان. چی این؟ گفته بابا من عصبی بودم، حالا یه چیزی گفتم دیگه، حالا به دل نگیر فلان. یارو توروت پاچخاری میکنه پشت سر فوش و فضیحت. سنگر بگی به چی پدا فنده رو میزنم بری گشاد گشاد رو تا دیگه در نیاری ادا تنگ رو و فوتو برو دیگه نبینم. حالا استودیو فکر کنم گشاد گشاد رو استودیو ضبط آهنگ توش ویدیو گرفتم فکر کنم تا دیگه در نیاری ادا تنگ رو و فوتو برو دیگه نبینم تا چی چون اگه اینجا پیدا کنم دریدم تا چی لاش خور بار اومدی لاش خورم میمیری همین یه تیکه واسه تو قنیمت هادی خلاصه وجودت توی هیپ هاپ اضافه است به بزرگترت بگو بیاد بساته چی داره واسه که آویزونی بیا خودم تابوت تو اینجا بسازم. اوه اوه شیت فیلم ترسناک شد یا چی بود این؟ اگه چیز میکردین حالا ایده کردم، اگه کارگردان اینجا رو یه فست فوروارد میکرد سری میومد تو دوربین ترسناک میشد. واقعا یه ترسی آدم میگیره، خیلی ترسناک نداشت بال بود. ببین بازم یه ایده ساده، یه قفسه برو بشین توش. باراک اوباما دیس به کی بود؟ دیس به کی بود؟ بچه من خبر ندارم دیس به کی بود. راستش بگیم دیس به کی بود؟ آویزون زیر خوردن. دمتون گرم، کار باحالی بود، کاری باحالی بود. با این که میگم خیلی امکانات خاصی نبود و دوتا لوکیشن بیشتر نبود و چیز خاصی تو تصویر نبود، ولی باحال بود. یاد بگیرین جان من بقیه عزیز، یاد بگیرین. نمیخواد پول خرج کنین زیاد، نمیخواد خودتون جر بدین، آقا یه کار ساده جذاب. خلاقیت من قبلا گفتم، حالا تو تلنگر که داشتیم سال 92 گفتم آقا یه ویدیو داره تایلر دی کریتور دیدین احتمالاً که فکرم جایزه هم برد همچین چیزایی چند سال پیش، اسمش یادم نیست، که نشسته روی صندلی و میخونه و لباسش جر میده، یه سوسکی میاد و سوسکر میخوره و چشاش گرد میشه، مثلا چشاش میزنه بیرون. کل کارش این چشاشه که اینجوری میشه و سوسکه و همین، هیچی دیگه نداشت. یعنی بخوایم بگیم مثلا امکانات نه، حالا این تازه نمونه، بازم میگیم سخته چشاش مثلا تغییر کنه و سوسک بخوام بسازن سخته، یه چیز دیگه باشه. خیلی ویدیو زیاده، ولی خلاقیت باید داشته باشید، داشته باشین بهونه نگیریم واسه من جان مادرتون. دمتون گرم، حال داد بچه‌ها رو دنبال کنید، اگه یوتیوب هستین لینک این ویدیو رو میذارم زیرش، برید هم ویدیو رو ببینید اونجا، هم لایک بکنید هم سابسکرایب هم بزنید براشون، حتی ویدیو تو پیج کیا رپ و اینستام حالا تگشون میکنم برید فلاشون کنید. دمتون گرم فعلا، خداحافظ.